تجهیزات و قسمتی از رادیو صدای عدالت در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شد. مسئولین این رادیو میگویند یک تن از کارمندان این رادیو نیز از سوی حمله کنندگان مورد لطو کوب قرار گرفته است. در کمتر از یک ماه این دومین رادیوی محلی در ولایت غور است که مورد حمله افراد ناشناس قرار میگیرد. همکارم مرضی حسینی گزارشی دارد که با هم میبینیم. رادیو صدای عدالت در ولایت غور که از 10 سال بدین سو نشرات داشت، از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شد. عبدالودود صمیم مجری یکی از برنامه‌های رادیو صدای عدالت میگوید 3 فرد ناشناس در ابتدا وارد رادیو شده و پس از آن که او را لتو کوب کردند، تجهیزات و قسمتی از ساختمان این رادیو را به آتش کشیدند. من سر برنامه بودم، برنامه پیش می‌بردم، یک دفعه دروازه شلق شلق شد، دروازه آینیه و برنامه قید کردم، بیرون شدم که دروازه رو باز کردم، 3 نفر دم، 2 تا دم دروازه بودن، یکی پشت دروازه بود. هم خودم شو دهنم رو زدم، مرو بگرفتن به قتل. مرو بزنن، می‌خواستم جیغ بزنم، دهنم رو کم بگرفتن که تو صدا نکوید کار نداریم. دهنم چسب دادن، پای من چسب دادن، دستم پشت چرس چسب دادن، تلفنم داخل مونده، داخل رادیو. بعدن می گفتم شاید کدام چیزی دزدی کنن ببرن، مرو کشکده بیاردن بیرون، خود لغت خود بزنن به دهنم. مسئولان این رادیوی محلی در غور میگویند با آتش کشیدن تجهیزات و قسمتی از رادیو بیش از 1 میلیون افغانی متضرر شدند. بدبختانه دیشب حوالی ساعت 8 الی 8:30 در نیمه مابین اطلاع دریافت کردیم که رادیو آتش گرفته و از زمانی که من آمدم رادیو کاملا حریق شده بود، چیزی از او باقی نمانده بود دیگه. فعلا رادیو صدای عدالت دیگه چیزی به نام وسایل و این چیزا در رادیو موجود نیست، حتی تعمیرشان هم کلان حریق شده که بالاتر از حمله به رادیوی صدای عدالت در غور با واکنش تند نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه ها روبرو شده است. همه کارهایی که پشت به پشت صورت میگیره و رسانه ها را حریق میکنن و صدای مردم خاموش میکنن، به نظر ما علت اصلی و بی‌توجهی مسئولین اداره محلی است، مسئولین نظامی و ملکی که مسئولیت دارند این ولایت، و اینا اگر عاملین رویداد قبلی اینا پیدا میکردن و اونا را به پنجه قانون میسپردن، ما شاهد چنین رویدادهای دیگری نبودیم. حادثه‌ای که علیه رادیوی عدالت اتفاق افتاد دیشب، دومین حادثه‌ای هست که در ولایت غور علیه رسانه‌های خصوصی به وقوع می‌پیونده و مسئولین اداره محلی مخصوصا پلیس ولایت غور که وظیفه‌اش تامین امنیت همه شهروندان و مخصوصا رسانه‌ها هست، مسئولیت خود به گونه درست انجام ندادن. این حادثه را ما از آدرس کمیته مسئولیت به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. شماری از روزنامه نگاران در غور میگویند این واقعه در 100 متری ایستگاه پلیس رخ داده است. در کمتر از 1 ماه این دومین رادیوی محلی در غور است که از سوی افراد ناشناس تجهیزات و ساختمان آن حریق می شود.